بیشتر واضح بشه خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علیه و سیدنا و محمد و آل طیبین الطاهر بعد از این مقدمه و دیدن این کلیپ اجمالی ارز کنم خلاصه بحث اینه که ولایت خب خیلی راجع بهش الحمدلله کار شده کتاب و مقاله و بحث و اینا زیاده ولی شاید برای هر کدوم از ما نیاز داره که مسئله بیشتر روشن بشه من فکر میکردم که اون ولایتی که در قرآن و روایات هست تعریفش رو بر اساس سه رکن شاید بتونیم به دست بیاریم یعنی با یک مفهوم و دو مفهوم نمیشه اون ولایت الهی و رحمانی و نورانی سه رکن داره یکیش معرفت دیگری محبت و سوم طاعت اگر یک مجموعه به شکل سازماندهی شده چون از بعضی تعابیر به دست میاد که در واقع یک کمپ یک حزب توی سوره ماعده بعد از آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله و آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و راکعون بعدش داره چی؟ و من یتول الله و رسوله و الذین آمنو چیه بعدش؟ و این نه حزب الله حزب خدا هستند که به رستگاری میرسند تعبیر حزب شده یعنی ولایت عبارت از تعلق به یک مجموعه سازماندهی شده دارای رهبری سلسله مراتب بر اساس سه رکن معرفت محبت و طاعت در کمپ مقابل اونجا معرفت هست محبت ظاهریه اصلش دشمنیه روز قیامت محبتشون به دشمنی تبدیل میشه اون واق... واقعیتش ظاهر میشه اطاعت هم اونجا هست و سلسله مراتب هست تو کمپ حق معرفت به محبت منتهی میشه و محبت به طاعت منتهی میشه محبت یعنی طاعت از رو محبته شما وقتی یک کسی رو دوست دارید نوع اطاعتتون فرق میکنه با اینکه یک کسی را به خاطر ترس یا به خاطر اینکه مثلا شما حقوق میگیرید از یه جایی رئیس اداره رو باید اطاعت کنید این اطاعتی که از روی دلایل مادی یا ترس و امثال ذالک هست فرق میکنه با اطاعتی که از روی محبته معرفت به محبت منتهی میشه محبت به طاعت منتهی میشه اما اون طرف معرفت به محبت منتهی نمیشه معرفت به این منتهی میشه که ما میتونیم از همدیگه استفاده بکنیم به نفعمون هست در مساله دنیاویمون که از همدیگه استفاده کنیم به رئیسامون هم باید گوش بدیم خیلی هم گای موتی هستن گای پیروان معاویه بیشتر گوش میکردن حرف حضرت رو تا پیروان امیر المومنی تاعت خیلی شدیده سلسله مراتب نظم شاید گای بیشتر باشه که البته نباید لزوما اینطور باشه یعنی باید این بر نظم بیشتر باشه ولی گای میشه اما بر اساس محبت نیست خب پس ما چند دسته انسان داریم این سوال تریکیه ما سه دسته انسان داریم یکی از نکات مهم اینه. دو دسته منظم داریم ولی یه تعداد زیادی هستن که لا اله اولا و لا اله ها اولا. لذا ما همیشه نباید فکر کنیم هر کسی که توی این کمپ نیست تو اون کمپه یا اگه تو اون کمپ نبود تو این کمپه خیلی ها هستن که در وسطن اینها هدف خاصی رو در زندگی ممکنه دنبال نکنن تشکیلات خاصی ممکنه نداشته باشن اینجا وظیفه اهل حقه که چه کار کنن اینا رو بکشونن طرف خودشون اگه غفلت کنی اینا جذب اون طرف میشن و پیروزی های بزرگ به نظرم وقتی حاصل میشه که این وسطی ها رو بتونی بکشی طرف حق و الا شکست های بزرگ میشه که اونا میکشن طرف خودشون پس مردم سه دستن اما ما دو کمپ داریم معرفت خودش بحث مفصلی داره اجمال قضیه اینه که این معرفت شامل معرفت سایر مؤمنین هم میشه حالا معرفت خدا هست توش معرفت پیغمبر هست معرفت امام هست اما باید همدیگر رو هم پیدا کرد شما کسانی که توی تیم مثلا ورزشی بازی میکنن توی تیم فوتبال والیبال نمیشه که اینا فقط بگن ما باشگاه رو میشناسیم رئیس باشگاه رو میشناسیم مربی رو میشناسیم کاپیتان هم میشناسیم دیگه باقیش مهم نیست میریم بازیمون رو میکنیم نمیشه شما و تمام افرادی که تو این تیم بازی میکنن یا ذخیره هم هستن بشناسید این معرفت خیلی مهمه غیر از اینکه باید دشمنان رو هم بشناسید تیم رقیب رو هم باید بشناسید وسطی ها رو هم باید بشناسید تماشاچی رو که این وسط هستن هم باید بشناسید فرصت ها تهدید ها اینا همه جز معرفتی معرفت که باید داشته باشی اصلا معرفت امام زمان بدون معرفت پیروانش و فرصت ها و مشکلاتی که هست و دشمنانش و اینا که نمیشه معرفت امام زمان جامعه همه اینا هست لذا شما در زیارت آشورا با این تعبیر برخورد کردید اسال الله الذي اکرمنی به معرفت و چی؟ معرفت اولیاء و رزقن البراعت من اعداء معرفتكم یعنی چی؟ معرفت امام حسین و پیانبر و امیر المؤمنین و الاخر اما معرفت اولیاء یعنی کی؟ کیا رو باید بشناسید؟ این اولیا مقابل اعداه شما باید دشمنان رو بشناسید نه دشمنان شخصی ها ما اینجا بحث شخصی اصلا نداریم شما در تیم فوتبال نمیتونی بگی آقا من با این مثلا هافبک مشکل دارم اصلا پدر منو کشته من نمیخوام بهش پاس بدم ازشم توپ به من پاس بده نمیگیرم این جای بازی جای این که نیست شما اگه تو تیم هستید اینا رو باید بذارید کنار در یه روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی وسلم هست اشاره فرمودن به امیر المومنین فرمودن وال ولی هاذا ولو انهو قاتل و عبیک ولایت ولی او رو داشته باش ولی اینکه قاتل پدرت باشه ما بحث شخصی اینجا نداریم اینی سلمون لمن سالم کن نه سلمون لکن فقط یعنی هر کی با شما در صلح برم باش در صلح هر من لمن هارب اکن. نه هر من لمن هاربنی اگر کسی به هر دلیلی با من مشکل داره حالا یا سوء تفاهمه یا واقعا اصلا من خوشش نمیاد دلش نمیخواد سر به تن من باشه خب اون بر روز خدا جو... روز قیامت به جو... خدا جواب بده که چرا این حالت نسبت به من داره اما به هر حال من باید با او کار بکنم اگر او داره به اهل بیت ضربه میزنه اون یه بحث دیگه است ما متاسفانه این کار رو انجام میدیم با هر کسی که خوب نیستیم فوری میگیم این دشمن اهل بیت و خدا و پیغمبر رو نمیدونم طرفدار کیه و فلان و رو یعنی به خودمون توجیه میدیم که حق میدیم که توجیه کنیم که مخالفت ما همه بر اساس خداست اگه من از این آقا خوشم نمیاد یا از این گروه خوشم نمیاد به خاطر خداست اینا دارن به دین ضربه میزنن در صورتی که 90 درصدش عاطفیه اگه من با اونا رفت آمد داشتم شاید منم اصلا با اونا رفیق بودم خیلی وقتا ما تو با هم ارتباط نداریم و گوش نمیدیم به حرف دیگه و اون محبت به اهل بیت در ما قوی نشده زود میزنیم همدیگه رو لطو بار میکنیم یا بایکوت میکنیم حداقل خیلی بخوایم احتیاط کنیم میگم آقا ولشون کن من باشون کار ندارم یادم نمیره یه موقعی با دو تا از روحانیون توی کشوری صحبت میکردیم گله داشتن از یکی از علمای بزرگ اون کشور و گفتن آخرش که ما باید برای امام زمان کار کنیم ولشون کنیم این یه جنبندی است که خیلی ها میکنن دیگه یا ول کنیم اونا رو خودمون برای خدا کار کنیم من عرض کردم بهشون شما برای امام زمان باید با ایشون کار کنید ولی اینکه آدمی هست که ممکنه خیلی بی‌نظم باشه نمیدونم سر قولش نباشه مثلا توجه به بعدش یا ممکن نداشته باشه بخی انسان نقاط قوت و ضعف خودشو داره ولی اگه شما امام زمان رو میخواید براش کار کنید که نمیشه تنهایی کار کنی آخه هر کسی بگه من میخوام برای امام زمان کار کنم این میشه میشه که هر بازیکن تیمی بگه آقا من خودم میخوام برای این باشگاه کار کنم نمیشه باید با هم کار کنیم نباید فوری همدیگه رو بایکوت کنیم نمیدونم لیبل بچسبونیم به هم دیگه فلان کنیم به کنیم و خدای نکرده بعدم بگیم که آبا آقا اینا دشمن فلان اینا جاسوس اینا فلان هم بسارن، اینا با وحاوی هستن اینا با سهیونیس هستن نمیشه این کار کرد شما نمیتونی حق نداری خانواده ولایی را اینجوری تیک پاره کنی و به هم بزنی حتی اگه یه چیزهای واقعیت هم داشته باشه بعضی چیزها اینا مسائل ناموسیه، مسائل داخل خانواده است شما در مقابل دشمنان تشیع و اهل بیت نمیشه هر چیزی رو حالا ولو مثلا من ممکنه با یه نفر تو قوم یا فلانجا مشکل داشته باشم همه چیز که حق نداریم که خلاصه معرفت کم و معرفت اولیاء کم و رزقن البراعت من اعدائکم الان شما واقعا چند نفر آدم میتونید پیدا کنید که بگید که اینا کسایی هستند که فقط اگر کسی با اهل بیت دشمنی داشته باشه با خدا پیغمبر دشمنی داره باش بدن والا با همه خوبن سلمن چند نفر میتونید شد؟ خود من که نمیتونم واقعا بگم سلمون لمن سالمکم و هر من لمن حاربکم خیلی سخته با اینکه من خیلی سعی کردم یعنی کسایی که منو بشناسن میدونن من از قبل از اینکه این فکر به ذهنم بیاد و بعدش معمولا بنام بر همکاریه معمولا بنام, بنام بر مشارکته ولی واقعا نمیتونم بگم سلمون لمن سالم کنم میترسم بگم امام حسین من بگه تو دروغ میگی کجا تو سلمون لمن سالم بکنی؟ کجا من لمن هارا بکنی میترسم به بگم راست نمیگی حالا جالبه که تو زیارت آشورا این دو بار تکرار شده دفعه دوم بعد از سلمون لمن سالم و حربون لمن حاربکم داره ولی لمن والاکم و عدوون لمن آدا هر کی ولایت شما رو داشته باشه من ولی او هم هستم چون ولایت طرفینیه همجور که تو این کلیپ دیدید هم بالا به پایین نه هست پایین به بالا هست و افقی الله ولی الذین آمنو ان اولیاء الله یعنی هم خدا ولی مؤمنین هم مؤمنین حقیقی اولیاء خدا هستند ائمه اولیاء ما هستند و موالی ما ما هم اگر شیعه واقعی باشیم اولیاء و موالی اونا هستیم و همینطور المؤمنون و المؤمنات بعض هم اولیاء و بعض پس هر کسی که ولایت اونها رو داشته باشه ولی منم هست منم ولی اوام اگه ولایت اونا رو داشته باشه سل لمن ساله بکن و هر من لمن حاره بکن ولی لمن والاکم و عدو لمن آدا خب برگردم به همون فراز اسال الله الذي اکرمانی به معرفت کن و معرفت اولیا کن شناختن اولیاء اونها خودش یک اکرامه یه یعنی نعمت بزرگ الهی است که انسان بشناسه کیا با اونا هستن و رزقن البراعت من اعدائكم ان یجعلنی معكم فی الدنیا والآخره شما میدونید وقتی که ما یه درخواستی میکنیم از خداوند متعال و در مقدمه یا مؤخره یه چیزی میگیم که انجام شده اینا باید با هم ارتباط داشته باشه درسته؟ مثلا بگه از خدایی که به من لطف کرده توفیق طلبگی داده میخوام که من را در این مسیر به نورانیت برسونه درسته؟ ارتباط داره دیگه نمیشه بگی مثلا از خدایی که به من دندون داده میخوام که مثلا فرض کنم بچه ای من خوب بشه به هم ربطی نداره اینا باید با هم سنخیت داشته باشه معلوم میشه که اون یجعلنی معکم فی دنیا و آخره کلیدش چیه؟ همون اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیایکم و رزقن است یعنی خدا یه قسمتشو داده میخوان که لطف بکنه و اینو تکمیل بکنه اگر میخواهیم در دنیا و آخرت با اهل بیت باشیم بدون اون معرفتکم و معرفت اولیایکم و البرا من اعدایکم نمیشه یعنی شما نمیتونی خود تنهایی بگی من با اهل بیت هستم ما یکی از اشتباهاتمون اینه که فکر میکنیم ولایت یه رابطه فردی است با خدا و امام در که ولایت رابطه فردی نیست ولایت رابطه است که شما به عنوان یک عضو نه به عنوان یک شخص به عنوان یک ممبر نه جاست پرسن به عنوان یک عضو داری با امام و بنابراین به تعبیری که تو اون روایت حقوق برادران دینی داره که معلب نخونه از امام صادق سوال میکنه حقوق برادران ایمانی چیه حضرت آخرش میفهمان که اگر تو این کارا را بکنی ولایت خودتو به ولایت او وصل کردی یعنی مؤمنین مثل یه تسبیه دونه های تسبیه نخ میخواد اون نخ تسبیح ولایته که اینا رو به هم وصل میکنه اگه هر دونه تسبیح بخواد خودش به اون شاه دونه وصل بشه مستقیم نمیشه باید سری باشه نه موازی مثل مدارای الکتریکی هست باید سری باشه نه موازی بنابراین اگر میخواهیم که در دنیا و آخرت با اونها باشیم رمزش اینه که معرفت کم و معرفت اولیاء کم رمزش اینه که سلمون لمن سالمکم کم ولی لمن والاکم حالا خودش خیلی اینجا بحث داره در دنیا بودن با اونا یعنی چی؟ شما به چه کسی میگید در دنیا با اهل بیته؟ کسی بره تو مشهد زندگی کنه نجف زندگی کنه با اهل بیته؟ کسی روزه بگیره و مثلا نمیدونم مجالس وفات و ولادت این با اهل بیت در دنیا آخرت نه لزوما کی داره برای اهداف اونها کار میکنه کی داره با شیعیان اونها ارتباط کاری برقرار میکنه ارتباط مرامی و برنامه ای و تشکیلاتی برقرار میکنه این میشه با اونا بودن شما ممکنه یه نفری رفته در جزائر دوردستی سونامی اومده نمیدونم سیل آمده از طرف سازمان ملل رفته اونجا به سازمان ملل میگن آقا این با شماست میگه بله میگه خیلی دوره هزاران کیلومتر اون ورتره ها میگه بله با ماست چون داره برای ما کار میکنه به ما جواب میده ما حمایتش میکنیم این با ماست حالا یکی ممکنه تو خود ساختمون سازمان ملل در نیویورک یا ژنو باشه از تو خود ساختمون کنارش هم نه میگه این با شماست می‌گن نه این ویزیتوره این برای ما کار نمیکنه داره خودش برای یه جای دیگه کار میکنه یا اصلا ممکن دزد باشه اومده اونجا دزدی کنه صرف اینکه یه کسی نزدیکی جغرافیایی داشته باشه که دلیل نمیشه کی داره برای اونها کار میکنه ممکن یه کسی در شهرهای زیارتی باشه و با اونها نباشه مگه همه کسایی که تو مدینه بودن با پیغمبر بودن بعضی از بدترین مخالفان پیغمبر در زمره منافقین در خود مدینه بودن ممکن هم یک کسی مثل اویس او قرن اصلا پیغمبر رو ندیده باشه دور زندگی میکنه با منی در یمنی پیش منی پس یجعلنی معکم یعنی باید با این ولایت جمعی با اونها بود که اون وقت اگه تو دنیا با اونها بودی در آخرت هم قطعا با اونها خواهی بود سختیش تو دنیاست آخرتش خود به خود حاصل میشه یعنی شما تو دنیا با اونا باشی دیگه آخرت هم با اونا خواهی بود بعد و ان یوسب بتلی قدم صدق فی دنیا و قدم صدق داشته باشه انسان در دنیا آخرت چه کار کنیم که در آخرت نلغزیم باید تو دنیا نلغزیم چه, تو... چه کار کنیم که در دنیا نلغزیم فردی نمیشه اگر شما جزء مجموعه بودید خطاها به حداقل میرسه و اگر هم خطایی باشه دیگه عمدی نیست یعنی یه جمع باصفا مؤمن متقی با مشورت با فکر توکل بر خدا تصمیم گیری اگر بکنن احتمال خطا خیلی خیلی ضعیفه اگر هم یه خطایی باشه یه چیزیست که بدیهی و آشکار نبوده محفوظه. اما وقتی هر کسی برای خودش تصمیمی میگیره یا اونی که قدرت مثلا داره میگه که آقا من اینجوری میگیرم شما هر کاری میخواید بکنید بکنید اگه اون سیستم مرات، سلسل سلسله مراتب اسلامی رو رایت کنیم اگه پیغمبر خدا هم باید اول مشورت بکنه اینا رو انجام بدیم خب خطا نمی کنیم مگر خیلی قلیل پس اینکه بخوایم قدم صدقم داشته باشیم راهش اینه که با مجموعه ولایی باشیم و بعدم حالا حتی اسالو ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله اصلا اون مقام محمود رو هم باز ما میتونیم برسیم چون هر کی با اونها در دنیا باشه در آخرت با اونهاست و یرزقنی طلب ساری باز با امام زمان هم بخوای باشید راهش همینه حالا خیلی تعابیر داریم مثلا تو همین زیارت عاشورا باز یکی دیگه بگم برم یه جای دیگه در زیارت عاشورا دو تا تعبیر داریم یکی اتقرب و الله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمت و الى الحسن و الیک به موالات و یکی هم براعت از اعدا به خدا و شماها تقرب می جویم با موالات شما و براعت از دشمنان دفعه دوم دیگه میگه اتقرب و الله ثم الیکم دفعه اول چون کم رو باز کرده بود گفته بود رسوله امیر المومنی و الى فاطمه و الى الحسن و الیک دفعه دوم میگیم ات اتقربو الى الله ثم و الیکم به موالات کم مشترکه براعتش هم مشترکه یه چیز این وسط هست چیه؟ به موالات کم و موالات ولی کم این ولی هم منظور خود امام نیست شد امام و پیغمبر و امیر المومنین قبلا گفتیم این ولی همونیست که اولیا، معرفت اولیا کن پس راه تقرب به اونها داشتن موالات اونها و موالات پیروانشون و براعت از دشمنان هست حالا شما اینو بیاید توی دعای عهد ببینید چقدر زیباست که اول صبح که انسان میخواد با امام زمان ارتباط برقرار کنه به ما یاد میدن که شما باید به فکر همه مؤمنین و مؤمنات هم باشید نمیتونی همینجوری یه سلواتی بفرستی از طرف خودت یا از طرف خودت و پدر و مادرت باید قبلش بگی چی؟ ان جمیع المؤمنین و المؤمنات ببینید امام زمان امام امام معموم داره امام یک جماعتی داره یه تیمی داره یه کمپی داره باید اینا همش رو با هم فکر کرد و امام رو از اون شعن امامتش خارج کردی شده شخص ان جمیع المؤمنین و المؤمنات فی مشارق الارض و مغاربها سهله‌ها ها و جبله ها ها و بحرا یعنی شما اول صبح باید با یاد خدا و امام و همه مؤمنین عالم روزتو شروع کنید خب حالا مثلا این معناش نیست که حالا سر صبح یادی بکنیم و خدا حافظ. یعنی دیگه کل روزم باید تو همین راستا حرکت بکنی با یاد خدا و امام و مؤمنین حالا سوال زمان امام صادق علیه السلام که ظاهرا ایشون این دعا رو تعلیم فرمودن چند تا مؤمن ما در مشارق الارض و مغارب ها داشتیم اصلا اون موقع شاید ک... کسی اون موقع چین که لاغل شناخته شده بوده دیگه تو از زمان پیغمبر هم که داریم که اطلب العلم را... مثلا تو چین ما چند تا مؤمن داشتیم غرب عالم هم که حداقل تا مثلا فرض کن مراکش و عمره بالاخره مشخص بوده شمال آفریقا یه قسمت های از اروپا چند تا اونجا ما مؤمن داشتیم امام داره زمانی را میبینه که در زمان غیبت مؤمنین در همه عالم پخش شدن در همه جا هستن یه موقعی من به دوستان عرض کردم گفتم شما اگه 50 سال 60 سال قبل برید میبینید بالای 90 درصد شیعه ها در همین منطقه از شبه همین شبه قاره هند تا لبنان از این بالا هم، از مثلا آذربایجان تا بحرین و احسا عربستان بالای 90 درصد 95 درصد شیعه تو همین منطقه بودن چهار تا زبون هم داشتن فارسی، عربی، ترکی، اردو تا پ سال قبل 90 درصد شیعه ها به این چهار تا زبون صحبت میکردن و تو همین منطقه هم بودن الان شاید کشوری نباشه که اونجا شیعه نباشه شاید هیچ زبان زنده ای زبان رسمی نباشه که ما شیعیانی نداشته باشیم که به اون زبان به عنوان زبان اولشون اصلا صحبت میکنن یعنی دیگه فارسی و عربی و ترکی اینا رو پدر بزرگاشون و اینا ممکنه بفهمن طرف اسپانیایی مثلا پرتغالی صحبت میکنه نمیدونم زبان های مختلف مشارق الارض و مغاربه ها ما این زمانه بیشتر و خلاصه بحث های دیگه مثلا توی دعای افتتاح شما چقدر به ما یاد میدن همش نا اللهم انا نرغب الیک ی اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولی همش نا اصلا تو نمازم ایاک نعبد تا السلام علینا همش نا به ما یاد میدن که فکر جمعی داشته باش خودت را نماینده یک گروهی ببین توی زیارت امین الله اون آخرش که خیلی وسطش یه دعاهای خیلی زیبایی داره اللهم اجعل نفسی مطمئنتا به قدر راضی بعد اون آخرش هم خیلی اوج میگیره که انت الهی و سیدی و مولای اغفر لأولیائنا کیان این اولیا اینا این همه شیعه ها دیگه و کف عنا اعدا واشغلهم عن اذانا و اظهر کلمت الحق و اجعلها الالیا و الباطل و السفلا همه بحث ما همینه دیگه حق و باطل دیگه همه چی برمیگرده به اینجا کلمه ی حق اولیا باشه بالاترین باشه کلمه باطل هم پایین ترین بشه ما همه هدفمون همینه اول تو خودمون اینو پیاده کنیم بعد در کل دنیا همه اینها تو دعای ندبه شما تو دعای ندبه میگه چی؟ متا ترانا و نراک نه متا ترانی و اراک خیلی از ما میخوایم امام زمان رو ببینیم خوبه ولی مهمتر از این فردی امام زمان رو ببینیم یه شرایطی فراهم کنیم که همه امام زمان رو ببینیم یه موقع من میتونم برم مثلا فرض کنید که با یه مرجع یک عالمی خصوصی دیدار کنم یه موقع میرم یه کاری میکنم که همه بریم ببینیم متا ترانا و نراک و قد نشرت لوا النصر را ما میخوایم امام زمان رو ببینیم در حالی که با او هستیم و پرچم حق پیروزه اترانا نحفو بک و انت تعم الملع اون قسمت خیلی تکون ای داره هل من معین ف اطیل معه العویل و گریه یه چیز شخصیه اما ما در مکتب اهل بیت به گریه هم به عنوان یک امر جمعی باید نگاه کنیم کسی برای شما گریه میکنه که من بتونم با کمک او گریه را طولانی تر کنم هل من معین ف ابکی میگه، میگه اوتیل معه العویل و ما الان این کارهایی که انجام میدیم اگه با هم باشیم انرژیمون زیاد میشه برکت خدا زیاد میشه یدالله مع الجماعه یعنی یک به علاوه یک مساوی دو نیست وقتی دو نفر با این روحیه با هم کار کنن به اندازه 20 نفر میتونن کار کنن این تو نیست که فقط به هم دیگه اضافه بشن به شکل جمع جبری بعد جمله دوم حل من جزوع فاساعد جزعه اذا خلا آیا کسی برای شما جذب میکند که من کمکش کنم در کجا در خلوت یعنی شیعیان باید ارتباطشون فقط در مجامع عمومی نباشه شما میتونی به پدرتون بگید که پدر جان من شما رو در مسجد میبینم دیگه خونتون نمیام چون هر شب همدیگر تو مسجد میبینیم یا به داداشتون بگید که الحمدلله همدیگر تو حسینیه هم میبینیم در حرم میبینیم دیگه من به خونتون نمیام نمیشه شیعیان باید با هم ارتباط در خلوت و جلوت هر دور داشته باشن اولی گفتیم حلو معینن دومی گفتیم اساعده. چون بعضیا تا میگیم آقا با هم کار کنیم میگن خب بیا به من کمک کنید صورتی که بله اشکال نداره ما به شما کمک میکنیم ولی شما هم باید آمادگی داشته باشید که به ما کمک کنیم ببینید کار کی مهمتره اگه کار شما مهمتره ما میایم به شما کمک میکنیم اگه کار ما مهمتره شما ما کن کمک... اگه کار دو دابون مساویه به هم دیگه همکاری داشته باشیم <applause> اتفاقا اینجا یه دکتر جالبی داره که آمادگی برای کمک باید بیشتر از آمادگی برای دریافت کمک باشه چون جمله سوم چیه حل قضیه عینون فساعدت ها عینی علال قضا. اینجا هم باز دوباره میگه آیا چشمی به خاطر شما مجروح شده از بس بیخوابی کشیده از بس گریه کرده قصه خورده که چشم من بیاد بخشی از درد او را بگیره و کمک بکنه <تصفح> با اینکه آدم چشم خیلی حساسه درسته؟ شما حتی دست راستتون رو حاضرید فدای چشمتون کنید اگه چیزی میخواد بیاد تو چشمتون بره با دست راستتون سعی میکنید چشتون رو محافظت کنید <تصفح> ولی مؤمنین باید انقدر همدیگر رو دوست داشته باشن که اگه بینن یه کسی تو فشاره میگه درد اون چشم یه قسمتش بیاد برا من اون وقت این ستاره که گفتید بعدش چیه؟ دارم به آخر صحبتم میرسم <تصفح> بعد از این سه جمله چی میگیم؟ هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأصاعد جزعه إذا خلا هل عین عين فساعدتها عینی على القضاء بعد مجيم هل الیک يا ابن أحمد سبيل اینجا میتونی دیگه بگی هل الیک که احمد سبیلون قبلش باید مشکلات خودتون رو برید حل کنید شما تا با هم دیگه به این صمیمیت نرسیدید بی خود میگید که امام زمان بیا باید خودتون اول با هم مشکلاتتون حل کنید بعد به حضرت بگید بیا یعنی امام زمان میخواد بیاد مشکلات من و شما رو با هم حل کنه مشکلات نمیدونم زن و مرد رو با هم حل کنه یا امام زمان میخواد با یه شیعه های همدل و همجهتی مشکلات عالم رو حل کنه اگر بود امام بیاد که مشکلات ما رو حل کنه که یه لازم نبود اینقدر سب کنیم امام زمان منتظره ببین آقا کی ماها آمادگی داریم که آنچه که در محیط خودمون پیاده کردیم از عدالت و انصاف و فضیلت این رو در جهان پیاده کنیم ما فکر میکنیم اون بیاد مشکلات رو ما هم تازه حل کنه نمیشه که شما اگه یه موقعی مشکلاتی دارید مثلا بهترین پزشک عالم رو بخواید دعوت کنید خب اون پزشکه میگه آقا شما اون کارهایی که خودتون بلد بودید انجام دادید یا میخوای تازه من بیام به شما بگم که الفبای بهداشت چیه الفبای به... رابطه پزشک و مریض چی چیه من بیام برای شما تخت بیمارستانی بزنم فلان کنم آموزش بدم پرستار و دکتر اینا که دیگه کارا بلد نیست اینا که خودتون باید انجام بدید اینا رو انجام بدید اونجاش که گیر دارید من میام کمکتون میکنم آخرین بحث من این روایتی است که برید اجلی مطرح میکنه برید اجلی به امام باقر علیه السلام عرض کرد که شما تو کوفه اصحاب زیادی دارید خب اگه میشد امام باقر علیه السلام شر بنی امیه رو از سر امت اسلامی کوتاه میکردن خیلی خوب بود میگفت خیلی شما در کوفه پیروان زیاد دارید خب امام باقر علیه السلام چجوری جوری اینا رو میخواد تست بکنه اگه کسی این حدیث رو نشنیده باشه توقع داره که حضرت بگه چند نفرن چقدر اینها آموزش دیدن چقدر پول دارن چقدر سلاح دارن توقعش اینه دیگه که حضرت از این چیزا سوال کنند چیزهایی که ما معمولا تو محاسبات ما اینا رو لحاظ میکنیم دیگه آقا تعداد چند نفره چند تا مسجد دارن چند تا طلبه دارن چند تا مرکز دارن چند تا کتاب دارن چقدر پول دارن چقدر سلاح دارن ما اینا رو فکر میکنیم دیگه اما امام باقر علیه السلام ببینید چه سوالی میکنه ایزع و احد و کم یدهو فی کیس اخی و حاجته آیا این کسانی که میگه شیعه و اصحاب ما هستن در کوفه اینا جوری هستن که اگر یکیشون نیاز داشت و برادرش نبود اونجا میخواد مثلا مثلا ارز میکنم بچهش مریضه ببره دکتر پول نداره برادرش هم اینجا نیست که برادر دینیش ازش بپرسه بگه پول داری به من قرض بدی اما مثلا کتش اینجا آویزونه مطمئن باشه که اون برادر راضیه که من دست کنم تو کتش یه پولی ببینم داره وردارم بچهم رو ببرم دکتر ایده و احدکم دکم یده فی کیس یا خدا حاجته از این بند خدا موند من چی دارم میگم حضرت بعد گفت نه بعد حضرت فهموندن فهم به دماه ابخل در یه تعبیر داره به این مضمون که ازن لیسو هم علاشه به این مضمون بابا اصلا به جای نرسیدن ببین تست این نیست که کی حاضره برای امام پول بده حالا بگذریم از اینکه برای امامش هم پول دادن سخت شده طرف خمسش هم میخواد بده سختشه یا برای امام کار کنه و پول نگیره <تص> <تص> هم پول دادن سخت شده هم پول نگرفتن از امام سخت شده الان کسی برای امام زمان میخواد کار کنه میخواد پول بگیره حالا این تست ما نیست برفرزم که این تست رو ببریم جلو تست ما اینه که من به خاطر امام زمان چقدر حاضرم به شما کمک کنم حاضرم پولم و جونم رو به خاطر شما بدم یا نه این تسته نه اینکه برای امام بخوام خون بدم و پول بدم و اینا که کافی نیست که لذا در اون توقی فرمودن که لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعت الاجتماع من الامر و بما به ما علیهم من العهد به این مضمون لما تأخر عنهم الیمن و به و لتعجلت لهم السعادت و بمشاهدتنا. اون اجتماع امر را نداریم متاسفانه حالا اینو بعد روش واقعا فکر من فکر میکنم این درد ما و دوای ما همینجاست هم مشکلمون همینجاست هم دوای و شفای کار ما همینجاست باید اینو محقق کنیم از یه جا باید شروع کنیم همین چهار نفر پنج نفر ده نفر بیست نفر شروع کنیم و انشالله مردم وقتی ببینند انگیزه دارن پیاده میکنن شما هم که الحمدلله الان توفیق دارید جوون هستید فراغت دارید قلباتون هم الحمدلله پاک درگیر عناوین و خلاصه خیلی در مقام اثبات الحمدلله وارد نشدید درگیر نشدید هنوز الان وقتش اینه که واقعا با این روحیه خودتون رو عادت بدید و من من رو بذاریم ماما بکنیم نا بشه اینشالا اگه این کار رو انجام بدیم قطعا انایات الهی و امام زمان هم شامل حال ما خواهد بود اما اگر بخوایم فردی و شخصی بریم جلو و خدای نکرده خودمون هم یه باعث تقویت دو دستگی ها و اختلافات یا تثبیتش بشیم اون دیگه خیلی نگران کننده است ان الله خداوند متعال به برکت این مبعث شریف و لطفی که به حق بشریت در این روز فرموده به ما هم لطف کنه که هم با حقیقت رسالت آشنا بشیم هم با حقیقت ولایت آشنا بشیم و با هم با این ولایت جمعی انشالله آشنا بشیم و بتونیم در این فرصتی که خداوند بهمون داده بهترین استفاده رو از نعمت ها بکنیم فرصت محدوده ما باید خیلی قدام باشیم و بیشترین استفاده رو انشالله بکنیم و خودمون رو درگیر هواشی و فرعیات و امور زودگذر نکنیم برای شفای همه بیماران هم و قضای حوائج و آموزش انبات به خصوص اساتید و مراجع و شهدا سه تا سلوات محبت کنید اللهم صلی

حالا اگه دوستان انشاءالله روی اینا فکر کنن یه جلسه دیگری داشته باشیم که از نظرات دوستان استفاده کنیم هم برای تکمیل بحث نظریش هم بیشتر عملیش که چیکار میشه بکنیم پیاده کنیم قضیه رو Thank you. <applause> ما خیلی محتاج دعای دوستان هستیم و چشم براهیم خیلی من. خدا حفظه قربانت التماس دعا داریم خدا نگرد قربانشون خدا <applause>